من اگر یه بچه 4 ساله دارم در حالی که خودم 40 سالمه، کی باید از کی مواظبت و مراقبت کنه؟ بچه 4 ساله است باید مواظب من باشه به من بر نخوره، یا من 40 سالم باید از اون مواظبت کنم؟ من روزی که بزرگترم وظیفه و مسئولیت و تعهدم نسبت به بقیه بیشتره. ایشون هیچ نوع مسئولیتی ندارن، نه به برادر و خواهرای کوچیکتر، نه به خانواده، هیچ نوع مسئولیتی اصلا به عهده نگرفتن هیچ وقت. خیلی خب، حالا من نمیدونم اصلا چرا یه همچین کوششی رو یک کسی میکنی، اصلا به ذهن کسی میاد که یه همچین آدمایی رو برای طرف صحبت. برادر کوچیکتر اصلا چه به موضوع اهمیت میده؟ البته ایشون قرار نبوده قهر بکنه به خاطر اینکه من دعوتت کردم، تایم بدونم حرف مفته. چرا بی خودی ما یک کسی رو در یه جایگاهی میذاریم که بتونه ما آسیب بزنه؟ بنده اگر یک کسایی دعوت کنم اومدن، چرا ما برای انسان آزادی قائل نیستیم؟ چرا فکر بونیم مهمونی من موکول به اینه که این آقا بیاد یا اون خانم نیاد؟ نه، احترام گذاشتین، دعوت کردین و صحبش با هم بودیم. ایشون گفتن میایم، چشم، ولی وقتی که تلفن نمیکنن اصلا از خودشون آگاهی نمیدن، نه فرداش، نه پس فرداش، نه 2 روز 3 روز بعدش، مثل این میمونه که اصلا تو بی خود سرکار خانم، باز چرا شما بار حالی که با موافقی برمیس، اصلا چه اهمیتی داره که کسی بیاد یا نه، یا تلفن بکنه یا نکنه؟ این اشکال 12 سال پیش بوده که برادر کوچیک نباید اهمیت میداده به شخص و وجود این آدم که اومده یا نیومده. این اشکال نه. این اشکال بوده که تمام 40 سال تموم به این شخصیت دادن و بالا بالا نشوندنش و یک دفعه که نخواستن این کارو بکنن، خود برادر کوچیکه ناراحت شد. صبر کنید، من با این مسائل تو این شهر آشناست. اولا علت این که طرفو بالا بالا نشوندنش چند تا دلیل داره. دلیل اول این که این آدم معمولا پول داره. دلیل دومی که صبر کنید، اگر دلیل دومی که این آدم بددهنی است که آدما رو اذیت میکنه، بنابراین مردم از ترسشون به اینکه میرسن ساکت میشن، چون اصلا دشمن آزاردهنده وقیح بیرحم ندارن. دلیل سوم اینه که این یه مانورایی میکنه، بازیایی در میاره، زد و بندایی میکنه، قلابایی میندازه، آدما رو به جون هم میندازه، برای که یه توطئه‌گره که این کار میکنه. و الا چرا باید آدمای دیگه رو بالا بالا بگذارن؟ برای چیش بالا بالا بذارن؟ اگر شعور و فهمی نداره، ثروتی هم نداره که متأسفانه تو این جواب مطرحه، در عین حال مانور و بازی در نمیاره، قدرتی هم نداره، برای چی مردم دیگران چرا بالا میذارن کسی؟ برای چی بالا میذارنش؟ برای حالا چه بالا هستن یعنی چی؟ مثلا این فهم بالا یعنی چی عزیز؟ بالا این است که من وقتی منم تو مهمونی مثلا چیکار میکنن که بالا میذارن؟ یکی از خطرناکترین کارا اینه. من امیدوارم یه روزی اینو بفهمید، هر وقت شما رو بالا گذاشتن اون موقع است که باید احساس بد بکنید، برای که اون وقت است که کار دستتون دادن، اون وقت است که اشتباه داره. بنده یه مهمونی دعوت بودم، مهمونی نه، یه جلسه سخنرانی، یه جمعیت 400 نفرم نشسته بودم، رفتم یه صندلی و آخر بود نشستم، گرفتم نشستم، کسانی که برنامه رو برقرار کردن، نهای دکتر شما باید بیاد بری جلو، هر چی گفتم قربون، حتی من کشیدم، منم دیگه برای اینکه می‌خواستم حالا جلو مردم جدالی باشه، گفتم آره شاید این آداب اجتماعی این دوستان رو رعایت کنم. آمدم رفتم جلو که بنا بنشونن اونجا، دیدم که به یه خانم آقای گفتن تو پاشو که این مردک میخواد اونجا بشته. اونجا دیگه تحمل نکردم، دست اون خانم زدم کنار، گفتم خانم یک دفعه دیگه من بگید که چیکار بکنه، از همینجا میرم بیرون. برگشتم تام سر جام نشستم. آخه تموم شده دوران این حماقتا. ما قرار عزیز، ما راحتیمون، آسایشمون، آسودگیمون تو برابریمونه. امید اینه که بریم یه جایی که ما برابریم. شما الان توی این امریکا این فاصله خیلی کمتر شده. شما میرید تو محیط دانشگاه، استاد دانشجو این عمل، شما میرید توی این مراکز بزرگ، میبینید یه کسی که 100 برابر دیگری ثروت داره، 100 برابر دیگری قدرت داره، مثل بقیه گرفته نشسته. ما که تمام مدت توی ارتش نیستیم که این سروان و اون سرگرده و اون سرهنگ کی باید به کی احترام بذاره، کی باید حرف بزنه، کی باید فرمان بده، کی باید اطاعت کنه. تموم شده این دوران سیستم هایرارکی. ما مسئله آزادی و برابری انسان رو داریم. مسئله بالا بودن سن اینا چیه؟ اینا رو باید دور ریخت، تمومش کرد. هممون راحت میشیم، بزرگی راحت میشه، کوچیکم راحت میشه. اصلا نمیفهمم این ماجرا، این که دعوت کردیم آمدم نه آمدن احترام گذاشتن، اینا ماری یه مقدار آدم بدبخت بیچاره است که صبح تا غروب درگیر ظاهر و تشریفاتن، خودشون رو دوست ندارن، خودشون رو قبول ندارن، فکر کنن از این طریق آدم مهمی میشن، از طریق اینکه وانمود کنن با کی آشنا هستن، کجا دعوت شدن، کجا نشوندنشون، چند دفعه تعارف بهشون کردن، فکر کنن مهمن. قربونتون، اینا تلمبه است که ما آدمای سوراخه که بادشون میکنن. چه اهمیتی داره؟ بنده بارها عرض کردم شما به مهمونیاتون من دعوت کنید، به عروسی‌ها دعوت کنید که لطف کنید هر جا میخواید بنشونید،
من میام از اون مهمونی لذت میبرم. من رفتم تو مهمونی، آدما مهمونی رو ترک کردن ولی که میزشون درست نبوده، آمدن دیدن بچهای دیگران رو دعوت کردن، بچهای ما رو دعوت نکردن، به اون برخورده رفتم مریضیم. این ماجرای احترام یعنی چی؟ این مال یه آدم بیچاره است که صبح تا غروب میخواد خاطرش آسوده بشه، دیگران رو داخل آدم میدونن. من آدم هستم، احتیاج نیست شما منو داخل آدم بدونید یا ندونید. اصلا تموم شده عزیز، دورانش به سر اومده. ما هنوز یه جامعه هستیم که داستان کوچیک و بزرگ و بالا و پایین رو داریم. همینه که از پادرمون رو بردن، همینه که تبدیل شدیم به یک جامعه ای که یه نفر اون بالا نشسته برای همه میخواد تصمیم بگیره، برای همه میخواد تعیین تکلیف بکنه و آدم ها رو تا پای مرگ و نابودی میبره. تمومش کنیم، ما با هم برابریم. اولین اصل اعلامی او بشر چی میگه؟ همه افراد بشر آزاد به دنیا میآیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرن. تموم شد رفت. حرمت ما، حیثیت ما، کرامت ما و حقوق ما، ما برابریم، آزاد هم هستیم، آزاد و برابر. تموم شد. این امیدوارم که این برنامه رو اون برادرم بوده. حالا شما با نگران ایشون نباشید، چی کار دارید؟ نه که یعنی بفهمه که موضوع بزرگی و کوچیکی نیست، همینی که شما میگین برابریه. عزیز من قربونتون برم، شما دست از این فکرها بردارید، بسید رو هر جور دشمات فکر کنه. ما که نمیتونیم دیگران رو عوض کنیم. بنده خدمتتون عرض میکنم، من هرگز وقتی بچه هم حرف زدن حرفشون رو قطع نکردم، برای که من کسی هستم از اونا توانایی هم بیشتره. هر وقت اونا حرف من رو قطع کردن، من ایستادم و منتظر موندم و خوشحالم که اینقدر راحت بودن بتونن با من حرف بزنن. عزیز من حرمت میخوام. حرمت میخوام که بچه منو دوست داشته باشه، خودشو دوست داشته باشه، منو خوب بدونه، خودشو خوب بدونه. من دلم میخواد که او احساس بکنه که میتونه عقیدهشو، نظرشو، حرفشو بزنه. این مسئله انسانیت. صبح تو غروب بپرسیم کی سنش بالاست، کی سنش پایینه. ما یه تحقیق دانشگاه تهران داشتیم، قسمت مردم شناسی، دوستان رفتن تو دهات، رفته بودن توی ده 700 نفره، هیچ کس نمیدونست تاریخ تولدش کیه، اما همه میگن کی از کی بزرگتره، کی از کی کوچکتره. اینا بردگیه، اینا بندگیه، اینا نتیجه نادانی و ناتوانی انسانه، اینا نشانه بیماریه، اینا نشانه یه فریب و حقه تاریخی است که وقتی هستن قدرت رو نهادینه کنن، درونی کنن، اومدن از طریق احترام و اطاعت اون رو تو مغز ما و تو جامعه ما کوبیدن. تموم شده، ما با هم برابریم. تموم شده رفت. میخواست سنتون از من 20 سال کمتر باشه، بالاتر باشه. شما بیاد رو خط رادیو، دختر عزیزی که با من صحبت کردن 24 سالشونه، مهم که حرفش درسته یا نه. حرف من مهم اینه که درسته یا غلط، خوبه یا بده. چه اهمیتی داره که سن من 65، سن ایشون 24. راهاش کنید و به دنبال تصدیق دیگران هم نباشید. من روزی که به سن شما، قد شما، مدرک شما کاری ندارم، به انسان بودنتون به عنوان انسان کار دارم. وقتی هم که به حرفتون میرسه، به درستی و غلطی حرفتون کار دارم. میخواید 3 سال باشه، میخواید 33 سال، اون ملاک منه. ملاک من نیست که شما چون 3 ساله اید حرفتون بد است و غلط، چون 33 ساله اید یا 103 ساله اید حرفتون درسته. تموم شده. این داستان بزرگ و کوچک مال جوامع بدبخت بیچاره مبتنی بر بردگی و بندگی است. ما در دنیای امروز با اصل آزادی و برابری انسان روبرو هستیم و این پایان کاری. من به پیام هم رسیدم، خوشحال شدم باهاتون صحبت. مرسی، خیلی ممنون آقای دکتر.